سعدی سادات فعال اجتماعی برای بحث بیشتر در مورد وضعیت جوانان با ما هستند. سلام از شما خانم سادات، سپاس از زورتان به طلوع نیوز. در گزارش دیدیم که زندگی یک جوان تحصیل کرده را به تصویر کشیده بودند و بیکاری بزرگترین معضل امروزی جوانان افغانستان خوانده شده. در پهلوی بیکاری دیگر کدام عوامل از جمله مشکلات بزرگ جوانان میدانید؟ تشکر از شما، سلام خدمت شما و بینده های تلویزیون طلوع نیوز. متاسفانه امروز جوانان از مشکلات بسیار زیاد در افغانستان برخوردار هستند که ما در حدود 62% قشر جوان در افغانستان داریم و تماما از بیکاری رنج میبرند و این بیکاری ها منجر به این شده که ما تعداد از جوانای ما به مهاجرت های غیرقانونی روی بیارند، تعداد هم در داخل کشور برشان کار مهیا نیست و تعداد قشر جوانای ما که سواد ندارن اینا هم میرن به خاطر از اینکه نفقه فامیل به دست بیارن و یا اقتصاد فامیلشان با مخالفین دولت و مخالفین افغانستان میپیوندن که این خود از نگاه سیاسی و از نگاه امنیت افغانستان بر مردم افغانستان واقعا قابل تشویش. و ولی چی شده که این وضعیت به وجود بیاد با توجه به وعده‌های بلندی که سران حکومت به جوانا داده بودن؟ واقعا متاسف هستیم به خاطر از اینکه سران حکومت قبل از اینکه جوانا برایشان رای بدن و بیشترین قشر که حضور داشت در رای دادن و این دو جناب به حکومت رساندن جوانها بودند. متاسفانه امروز این دو جناب به هیچ گفته هایشان عمل نکردند و جوانها ناامید هستند و جوانهایی داریم که با سواد هستند، هنوز هم در پی کار میگردند، در پشت هر دفتر و هر دیوانی که میرن اونا کار پیدا نمیکنند. بعض پست ها به اعلان گذاشته میشه و در حدود 200 نفر 300 نفر حتی بیشتر از 1000 نفر اشتراک میکنن، اما وقتی ما میبینیم شاید 20 نفر و یا هم در حدود 10 نفر کامیاب میشه در این پست ها که خود یک ناامیدی برای جوان ها هستن و جوان ها فعلا خیلی از حکومتشان ناراض و بسیار متاسف هستن. حالا حداقل رای حل در چیست؟ رئیس جمهور اشاره میکنه که جوان ها باید امیدوار باشن، زحمت بکشن، به پیش برن و این دلیل میشه به پیشرفت جوان ها. اما این اشاره هم میکنه که بگونی هم دست یافتن به وظیفه دولتی به معنای این نیست که جوان به همه موارد خود رسیده، یعنی میگن که سکتور خصوصی هم هست و جوان ها به هر گونه‌ای که میشه باید مصروف باشند. در این زمینه چی میگین؟ تشکر. خب اگر سکتورهای خصوصی هست و یا هم حکومت پست های ما یک بار شنیدیم که وزیر کار امور اجتماعی اعلان کردن که در حدود تقریبا چند هزار پست برای جوانان و یا هم پست های کاری در حکومت وجود داره که ولی متاسفانه این پست ها به خاطر آینده دولت مردا و کسایی که واسطه دارن این پست ها را محفوظ نگاه کردن. در صورتی که ما در حکومت پست داشته باشیم چرا جوانای ما بیکار باشن و یا هم منتظر به سکتورهای خصوصی باشن؟ دولت خودش در این نکته بسیار یک نکته ضعف بزرگ را داره که توجه به جوانان نمی کنه و جوانان را بسیار یک دست کم میگیره و نمیگذاره که جوانا به قدرت چی حتی به کار عادی و زندگی روزمریشان ادامه بدن. پس حالا اقدامات حکومت را حداقل شرایط امروز را و حرفایی را که بازم در مورد جوانان میگن تا چی حد امیدوار کننده میدونید؟ امیدوار کننده خب در طول این دو ساله که هیچ نتیجه نداد و جوان ها همواره ناامید هستند و کار پیدا نمی کنند، فعلا هم حکومت فقط یک اقدام عملی میتونه که جوان ها را دوباره به خود جلب کنه و امی بازی های سیاسی خود حکومت جوان ها را ناامید کرده. ما میبینیم که جناب دکتر صاحب عبدالله در یک محوطه مختلف روز جوان ها را تجلیل میگیره، دکتر صاحب اشرف خانی در روز جوانان را بر جوانان تجلیل میگیره. این سیاست های دوگونه خود مملکت به تباهی میکشانه، خود جوانان را برشان این ذهنیت میده که هنوز مملکت ما دو سران را که ما بر از اینا اعتماد کردیم، عقیده کردیم، رای دادیم، اینا به حکومت آمدن، اینا همشان در مفکوره های مختلف اینا سیاستشان پیش میبرن. جوانان به دو سمت و سو کشیده میشون و به نظر ما به هیچ نتیجه مثبت نمیرسه. ولی در مورد خود جوانان چی گفتنی دارین؟ واقعا خود جوانان حال از لازم بگوییم اگر بگوییم که خودشناسی و هم از لحاظ شعور سیاسی و درک از اوضاع و درک از کشور و درک از وضعیت کشور در چه حد هستن؟ فکر میکنین که جوانان امروز واقعا به گونه همصدا منسجم و پیش هم میرن؟
تشکر. ما شاهد زمی در این هفته بودیم که بعض جوانا پیشگام از روز جوانا را تجلیل های کرده بودند در محوطه های مختلف، ولی هیچ نوع از سران حکومت در اون جشن ها اشتراک نداشتند که خود یک نوع ناامیدی در جوانا بود. در ضمن جوانا منسجمیت خود دارند، فعالیت های خود دارند. ما شاهد بسیار از نهادها هستیم که توسط همین جوانا برگزار شده و یا هم جوانان در رأس این نهادها قرار دارند و اینا خود میخوان یک قدرتشان، ولی حکومت به حکومت نیاز دارند. وقتی که در یک مملکت حکومت وجود داشته باشه، باید جوانای خود تحت مؤثر حکومت خود بگیره، به اینا همکاری کنه، به اینا امید بده، چون جوانای امروز قشر فردای سیاست فردای مملکت هستند. که جوانان افغانستان جز از این که همواره قربانی سیاست ها شدند، جز از این که همواره قربانی بحران ها شدند، جز از این که همواره ازشان استفاده های سو صورت گرفته، دیگر تا به حال مورد خوب و مؤثر مثبت را از حکومت و سیاست مداران افغانستان شاید نبودن. شاید هستن، ولی جوانان فعلا هم به یک سمت و سوی مختلف کشانیده شدن. قبلا هم بر شما عرض کردم جوانها فعلا از دو سیاست مدار بزرگ راههایشان را پیدا نمی کنن. اصلا نمی تانن جوانان بفهمن، تفکیک کنن که واقعا کدام شخصی که در حکومت اینا انتخاب کردن به درد بخور هستن و می تانه جوانان را کمک کنه که در آینده ها به پست های دولتی برسن و یا هم یک زمینی کار بر از اینا به وجود بیاره. و به عنوان سوال اخیر، خواست های جوان ها از دید شما چی هست؟ به عنوان آخرین سوال، من بر شما یک پاسخ بدم که جوان ها فعلا بسیارشان ما شاهد هستیم. به عنوان از اینکه من فعلا یک مصروفیت دیگه هم دارم که معاون مالی اداری اتحادیه صنفی کارگرای افغانستان هستم و ما کوشش از این را داریم که بتانیم امرای حکومت همگام شویم و یک زمینی کار بر جوانان جستجو کنیم در وزارتخانه ها و در خود حکومت، که بعض بحث های را هم داشتیم، اونا وعده همکاری را بر ما داده. اما تا وقتی خواست کلی جوانان چی است مشخصا در این زمینه بگویید؟ آها، جوانان خواستش همین است که اونا فقط یک زمینی کار برشان مساعد شود. سپاسگزارم از حضورتان. شکر از شما.